و تا به امروز تعداد زیادی هست، سعی کردیم جنجالی باشه، یعنی خبر، حرف، سخن جدید باشه به شما بدیم. همون اولیش همینجه بود تا آخرش. حالا این لیست کتاب ها رو آخر برنامه معمولا میبینید که این لیست کتاب هاست. اینم مهر یزدان پاک به دست هست. من از یزدان پاک سپاسگزارم. دوستان عزیز، شهبانوی عزیز، میدونید که ما همه با هم میخواییم نیایش بکنیم، نیایش اهورایی که تا آزادی ایران با ما باشه، که حتی نه تنها وقتی که جشن میگیریم آزادی در ایران، بلکه در ایران، در تمام شهرهای ایران، شهر به شهر بتونیم با وجود و حضور خودش ازش تجلی کنیم. به خاطر همین امروز میخوام یک نکته رو بهتون بگم. عشق و علاقه شخص سیاوش اوستا که تا این 40 سال نیروی زیادی داشتن برای اینکه اون چهره‌ای که خود ایشون می‌فرمایند قبلا چه بود، این چهره بشه که امروز شما می‌بینید، و از همه همکاران دوستانم در سر تا سر دنیا که همکاری کردن در این زمینه سپاسگزارم. می‌خوام این نکته رو بهتون بگم. اولا قبل از هر چیز اینو بهتون بگم که یزدان گواه خود شهبانو هم اینجا تشریف دارن دیگه. من که این حرفا رو میزنم سیاوش اوستا با در پاسخ کسانی که به من هی انتقاد میکنن، هی انتقاد میکنن که آقای شهبانو چون در پاسخ رو. من اولا این که یک دونه سنت از ایشون تو عمرم نگرفتم و نخواهم گرفت. دوم این که این خیلی مهمه، شاید نمیگه من چایش هم نخوردم، به یزدان سوگند من چایی شهبانو هم نخوردم، قهوهش هم نخوردم. جاهایی بوده که امکان بوده که بخورم شهبانو پرداخت میگرده قهوه و چایی رو نخوردم که بتونم این رو حتی تا این حد به شما بگم. پس من اگر چیزی میگم، سیاوش اوستا اگر به شما چیزی میگه، به نمایندگی از ملت قهرمان و سرفراز و تاریخ 1000 سال ایران، من مثل بقیه نیستم. دوم این که عزیزان من خودم 4 سالم بود، من الان در 50 سال تلاش نویسندگیم هستم، نیم قرار دادن میزم، ولی من اون موقع 4 سالم بود. توی مشهد خونه ما توی نوگون و تپل محله بود، گفتن شهبانو آمده مشهد و میخواد امروز بره جزامی خانه حالا یا جزام خانه، هر حال دو داشتید. برادر من که از من 4 سال بزرگتر بود، حسین عزیزم که روان شاد، در روز کوروش از دنیا بردنش چند سال پیش، و حسین من نخستین کسی بود که در سالها پیش که ما روز کوروش، روز حافظ، رودکی، خیام اینا تو تقویم آرگایی ثبت کردیم، حسین نخستین کاروان 4-5 نفر با رفقاش بود که رفت پاسارگاد. بیابون بود، هیچ کم نبود اون موقع، هیچ که نبود، این رفتن نخستین بار روز رو که بعد دیگه امروز شما میلیونی میرید. حسین من که تقریبا حالت استاد من داشت از بچگی، گفت وقتی ببینه شعبانی بیاد ببینه بشه، گفتم کجا؟ حرم امام رضا. گفت نه یاره، اینجا توی کوی طلاب جزامیخانه. گفتم جزامیخانه؟ من جزامیخانه؟ آخ کوچاش هم رد. گفت بابا وقتی شعبانی میاد بره اونجا خطر متر نداره دیگه، همه ما میترسیدیم از جزامیخانه. خواهی رو بهتون میگم، ما رفتیم و آدمی هم نیامده بود مثل ما که دیدین توی فیلم های قدیم میگه شاه و فرک یه جایی میرفتن صف میکشیدن و گفت اولا، ولی تو جزامیخانه کسی نه جمع نشده بود که فرق رو ببینه، چون همه میترسیدن که جزام نگیرن، همه میترسیدن. ما اونجا که بودیم
یهو دیدم ماشینا ترمز گرفت، دیدم جزام خانم بودیم اون ارداشون، دیدم جزام خانم، دیدم به چشم دیدم که شهبان اومد با اینا، ما هم که اونجا دید خیلی خوشحال شده، مثل میخواست بیاد طرف ما رو ماچم بکنه، ولی محافظش نذاشت ناکسا. این محافظه رو میرو در همین موش به اینا میگن موشا، در اون موشا بود خوابات صدا ماجد مرو مرچ کنه بچه 4 ساله به من 8 سال، این موشا تو اینجوری شدن بردنش تو رفت تو، آقای رفت تو تو جزام خانه ما وایسادم همینجور توی بیرونم آمد خوار مادر، گفتم زن شاه بعیتون نره. بعضی وقتا یکی از دوستان من گفت چشم، گفت وقتی تو میگی شاه فرح خیلی به دل ما میشینه، چون یاد خاطره قدیم زنده میشه. ما زمان شاه بابا ننم هم میگن که ما بهش بودیم شاه و فرح جاو که میگه اعلی حضرت و مقیر بود اولیا حضرت فلان، من خود شهبانو گفتم بودم خانم اینه که شما میگن اولیا حضرت، بگو ما هم شهبانو، خودشون هم فرمودن چند بار اولیا حضرت چیه. حالا اونا رو گفتم که اون میگه حضرت فاطمه ای اولیا تره، اون میگه حضرت محمد ای اعلی تره، اینا درسته همه سر جاش، ولی از شهبانو شهبانو. حالا این شاه فرح هم بهتون بگم که تازه شهبانو خوشش میاد چون بگین شاه فرح، چون خاطرات قدیم زنده میشه. ما بودیم شاه فرح دامن خودش، ما دیدیم بعد شعبانی اومد بیرون و سالمه، ما فکر میکردم الان مرون تو میاد یا چیزش میشه. از اونجا این شخصیت در ذهن من یه شخصیت افسانه‌ای شد، چون یه تابویی رو شکست که تا اون موقع همه، چون شهردار، استاندار، وزیر، کسی بره تو جزا میخواد نرفتن. بعد ایشون چه کرد برای جزامیار برید بخونید، کارهای بزرگی بعد کرد، مثل کار دیگر. برای همینی که من شعبانو همیشه دوست داشتم و دارم و خواهم داشت. بعدم با هیچ کس مقایسهش یا وصلش نمی کنم. شخصیت خودشه، شخصیت خود شعبانوست و بزرگواری خود شعبانوست. خیلی هم مهرورز بوده نسبت به موارد، نگاه کنید مثلا توی این مسابقه که انجام داده میگه خودش که اصلا افتخار میکنه، این زن باعث افتخاره، خودش میگه من بینشم با مطالعاتی که کردم تا این 43 سال خیلی ذهنیتم عوض شده. ما مملکتمون مورد حمله بیگانگان قرار گرفته در چندین هزار سال، ولی همیشه ایران ایران موند و هیچ کسی مثل اینا بدتر کردن به سر ایران. واقعا اصلا یعنی میگم خیلی دردناک اخباری که میشنوم یا چیزی که میبینم، میگم مگه ممکنه که یه همچی چیزایی شستشوی مغزی کردن و مردمی میکنن. ولی مثلا رادیویی که گوش میدم از صبح تا شب اخبار ایران، موسیقی ایران، ایمیلایی که میگیرم، نامه ها، تلفن ها، همش ارتباط داره با ایران. هم وظیفه خودم بد میشه، میگم مگه ممکنه یک مملکتی مثل ایران و اون ایرانیانی که من شناختم، نمیگم همه رو میشناختم، ولی خب خیلی سفر کردم در داخل ایران، اینو دیدم اونو دیدم، روستایی دیدم، کارگر دیدم. مثلا در مورد میگه حتی در مورد دین، در مورد خیلی موارد میگه ذهنیت من عوض شده، مثل قبل فکر نمی کنم. مثلا یه نکته دیگه خیلی مهم، خیلی مهم، در یه جایی بودیم که آدمای مهمی هم بودم، من به ایشون در مورد تقویم 7000 ساله که اینو صحبت کردم اینا گفتم که این تقویم، من نه که آدم طنزی هم هستم، بعضی وقتا میگم ایمیور، برنامه فرانسوی من هست که برنامه با فلانی ایمیور، یعنی طنز هم طنز، یعنی حالت بخندونی هم خوبه. مثلا سرکار خانم آذر شیوا که از منو گفته بودن اون سال خلاصه کنیم در دو خط، گفته بود سیاوش اوستا شوختب تند خشم، خیلی قشنگ بود، دوست داشتم اینو، درود دارم با آذر شیوا هستم. حالا شعبانو وقتی صحبت می‌کردیم من بودم دو تا دیگه بسر بزنیم، گفتم این تاریخ 7000 ساله میدونی که اصلش مال شماه، ما که اینجا کاری نیست. گفتن چطور؟ گفتم مال محمد رضا شاه و شما. گفت چطور؟ تعجب کرد آخه، حقم داره. همه گفتم شما یادتون رفته با 1961 اینجا
در پوتیپاله فرانسه نمایشگاهی با حضور شارل دوگل، آندره مالرو که وزیر فرهنگ بود برگزار شد و شما با محمد رضا شاه آمدید توی نمایشگاه و گشتید و چه کردید و چه کردید. اسم اون نمایشگاه میدونید چرمانو چه بود؟ نمایشگاه اکسپوزیسیون، یعنی نمایشگاه 7000 سال هنر در ایران. دوستان مهربان، اینجا گراند پاله شانزلیزه پاریس هست. اینجا دو تا کاخ داره، پاله یعنی کاخ، یکی گراند پاله و یکی پتیت پاله. در امروز میخوام در رابطه با سند و پشتوانه تاریخی تقویم و سالنامه 7000 ساله اندکی با شما صحبت کنم. در این رابطه کتاب های زیادی نوشتیم، مقالات زیادی نوشتیم، برنامه های زیادی رفتیم و برای نخستین بار میخوام یه سند بسیار مهمی رو بهتون ارائه بدم. یادم میاد یه بار وقتی به شهبانو عزیز اینو گفتم، حتی شهبانو یادشون رفته بود، در ذهنشون نبود که تذکر دادم و یادآوری کردم به ایشون. اون چیه؟ اون اینه که در سال 1961 از 11 اکتبر تا 14 اکتبر محمد رضا شاه و شهبانو مهمان شارل دوگل بودن و میان پاریس و میان توی همین کاخ وارد میشن. دو تا هم هست، کاخ پتیت پاله و گراند پاله، برای اینکه نمایشگاه تاریخ 7000 ساله رو افتتاحش کنن. نمایشگاه تاریخ 7000 ساله شارل دوگل هم هست. حالا فیلمش رو الان براتون پخش میکنم، شما ببینید این فیلمو. شاهنشاه و شهبانو از فرانسه می نمایند، بین سایر دیدارهای رسمی که امسال از فرانسه شده بیمانند و بی‌نظیر است. ژنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند. کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می کند. کشور ما ایران را از قرنها پیش شناخته و می داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند. فرانسه می داند که شاهنشاه تا چه حد به ملت خود علاقمند و از طرفی در جهان چه شخصیت ضروری برای برقراری صلح می باشند. ولی حساس ترین لحظه این دیدار چند روزه هنگام افتتاح 7000 سال هنر ایران در کاخ کوچک است که اختصاص به این نمایشگاه داده شده. وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می کردند. خب اینو اتفاقات می بوده؟ حالا همونجا خواهدتون گم شعبانی، شما اولین سالگرد پرنسس لیلا که همه ما بودیم در پس از خروج از آرامگاه و قبرستان پاسی، شما به دکتر عبدالمجید مجیدی وزیر محترم و مقتدر و نازنین محمد رضا شاه دستور دادید که بره صحبت کنه اونجا برای افرادی که حضور داشتن و منم کنار شما رو در رو هم نشسته بودیم. شاهزاده علی رضا پهلوی بود، با اون موقع نامزدش خانم سارا طباطبایی که درود دارم به خانواده سارا، خصوصا عموجانش اینا ندیدم مدتی، دلم تنگی براشون، درود دارم. همون اونجا بودن، شما دستور دادید ایشون رفت و اعلام کرد تأسیس بنیاد پژوهش در تاریخ 7000 ساله. شاهبانو اینه، شهبانو وقتی سال 2000 نمایشگاهی گذاشته شد باز از همین تاریخ و تمدن 7000 ساله ایران در شهر بن آلمان، نقش مهمی ما در اون رابطه داشتیم و تا اشیایی هم از ایران آورده شد و فلان اینا، من از شهبانو خواهش کردم که شما برید این نمایشگاه رو ببینید. ایشون رفتید، فیلمش هم هست.